خلیل وثوقی با نام هنری بهروز وثوقی بازیگر اهل ایران است که در 20 اسفند ماه سال 1316 به دنیا آمد. او قبل از بازیگری در سینما کارمند اداره مالیات و بعد دوبلور و گوینده رادیو تلویزیون بود. بهروز وثوقی دارای 3 برادر با نام‌های فیروز، چنگیز و شهراد است که همگی در ایران زندگی می‌کنند. او 2 بار ازدواج کرده است، اولین بار با گوگوش خواننده ایرانی بین سال‌های 1354 تا سال 1355 بود و بار دوم نیز با کتایون امجدی در سال 1356 ازدواج نمود. او دارای 2 فرزند به نام‌های مهشید و ماهان است که هر دوی آنها را از همسر دوم خود دارد. نقش‌های برجسته اش شامل فیلم‌های مسعود کیمیایی، همچون قیصر، رضا موتوری، داشاکل، خاک و گوزن‌ها می‌شود. وثوقی در طول فعالیت هنریش بارها نامزد و برنده جوایز جشنواره‌های مختلف شد که از مهمترین آنها میتوان به کسب 2 مجسمه سپاس بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم‌های قیصر و رضا موتوری و جایزه بز بلدار جشنواره جهانی فیلم تهران برای فیلم گوزنا اشاره نمود. او به خاطر نقش شمایلوارش در فیلم قیصر از سوی سینما دوستان ایرانی به قیصر سینمای ایران ملقب شده است. بهروز وثوقی، محمد علی فردین و ناصر ملک مطیعی ستارگان مرد فیلم فارسی محسوب می شدند. بهروز وثوقی در سال 1316 در خوی متولد شد و به گفته خودش از 6 ماهگی به تهران آمد و در خیابان آپادانا ساکن گشت. شخصی به نام مسعود صمدی در سال 1334 در 18 سالگی بهروز وثوقی را مطرح نمود. بازی در نقش‌های متفاوت و شخصیت‌های به یاد ماندنی سینمای ایران مانند داشاکل، سید در گوزنا، مجید ظروفچی در سوتهدلان، ممل آمریکایی، زائر محمد یا شیر محمد در تنگسیر، رضا موتوری، ابینسیه در کندو، دکتر رستگار در سازش، سرهنگ نصرالله در کاروانها، وی را تبدیل به یکی از محبوب ترین بازیگران تاریخ سینمای ایران کرده است. او از سال 1337 با بازی در فیلم طوفان در شهر ما به سینما آمد و تا سال 1347 در نقش‌های متفاوت اما نه چندان پررنگی ظاهر شد. نخستین فیلم سینمایی مورد توجه او 100 کیلو داماد به کارگردانی عباس شباویز در سال 1340 بود. وی در سال 1348 توسط مسعود کیمیایی به فیلم قیصر دعوت شد و این نقطه شروع وی به عنوان یک بازیگر مطرح بود. بازی وی در این فیلم مورد توجه عموم و علاقمندان به سینما قرار گرفت. جوان اول آن سالهای سینمای ایران در بسیاری از فیلم‌ها به ایفای نقش پرداخته است. بهروز وثوقی در سال 1357 و قبل از انقلاب اسلامی ایران به آمریکا رفت تا در فیلم گربه در قفس ساخته تونی زرین دست بازی کند که اقامت او در آمریکا با انقلاب اسلامی مصادف شد. در سال 2000 داوران جشنواره فیلم سان فرانسیسکو جایزه آکیرا کوروساوا را به عباس کیارستمی اهدا کردند و او نیز به بهروز وثوقی تقدیم نمود. وثوقی بعد از انقلاب دوستی خود را با ناصر ملک مطیعی و جمشید مشایخی حفظ نموده و به گفته خودش فقط با این 2 هنرپیشه در داخل کشور در ارتباط است.
هنرپیشه مشهور آمریکایی آنتونی کوین، بازیگر نقش حمزه در فیلم محمد رسول الله، چندین سال رابطه بسیار صمیمانه با وی در آمریکا داشته است. وسوقی در سال 1978 در فیلم کاروانها به همراه آنتونی کوین و کریستوفر لی به ایفای نقش پرداخت. بهروز وسوقی در آثار کارگردانان نامداری چون ساموئل خاشقیان، ناصر تقوایی، امیر نادری، فریدون گله، مسعود کیمیایی، علی حاتمی، رضا بدیعی، شیرین نشاط، جیمز فارگو، بهمن گبادی، جلال مقدم و شاپور غریب ایفای نقش کرده است. وی همچنین با بازیگران نامداری چون کامرون میچل، کریستوفر لی، آنتونی کوین، جمشید مشایخی، فروزان، عزت الله انتظامی، گوگوش، مونیکا بلوچی، لیلا فروهر، شهره آقداشتو، ناصر ملک مطیعی، فرامرز غریبیان، رضا بیک اماموردی، شهلا ریاهی، محمد علی کشاورز، بهزاد فراهانی، گلشیفته فراهانی، ایرج قادری و بهمن مفید هم بازی کرده است. از جمله فیلم‌های مطرحی که وی در آن به ایفای نقش پرداخته است، می توان به سو تحت دلان، ذبیح، کندو، داش آکل، خاک، بلوچ، تنگسیر، همسفر، ممل آمریکایی، رضا موتوری، دشنه، توقی، گوزنها، سازش، کاروانها، ملکوت، گرگ بیزار، فرار از تله، قهرمانان و زرین اشاره نمود.